سلامی چوب بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه 11 بهمن ماه ایرانی 31 ژانویه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب بعضاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران و بعضاً چند رویداد خبرها و نظرها در طول ساعت گذشته. قبل از هر چیز مایلم که به تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای که نقدی نرم و نهان البته جانانه به دولت روحانی بوده و تمامی مشکلات انباشته شده کنونی و مدیریت ناکارآمد ابراهیم رئیسی رو سعی داشت به نحوی از آنها با ورود زود هنگام خودش به آقای حسن روحانی تقلیل دهد و گفت که عمده نارسایی های موجود در کشور برآمده از مدیریت ضعیف دولت های دهه 90 هست. اظهارات آقای خامنه ای رو نخست میبینیم چرا که شنیدن اظهارات ایشان به طور مستقیم ما رو در دریافت فهم موضوع کمک بیشتر خواهد کرد. میبینیم و میشنویم، سپس به روزنامه ها برمیگردم. اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری میکردن، رعایت بیشتری میکردن، ما افتخارات بیشتری به دست میآوردیم. وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود و تعدادی از این آسیبهایی که پیش آمد با کمک مسئولین حکومتی دولتی در این سالهای متمادی این آسیب‌ها پیش نمی‌آمد. من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی است. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم. خب گوشه‌ها و بخش‌های از اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که هرچند در جمع کارگران یا به تعبیری تولید کنندگان صنعتی ایراد شده بود، اما نظر به این که در چند گزاره از انتقاد ناکارآمدی دولت ابراهیم رئیسی عبور می‌کند و مجدداً سعی می‌کند که به دولت‌های پیشین ارتباط دهد، از این منظر مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها واقع شد. همون گونه که بر روزنامه‌ها می‌بینید، البته کمتر روزنامه‌ای این بخش از مطلب رو که آقای خامنه‌ای در واقع آمارهای اقتصادی ایران در دهه 90 رو ناخرسند کننده دانست و تقصیر این مسئله رو متوجه مسئولان دولتی دانست، این رو خیلی روزنامه‌ها در صفحه یکی خود منتشر نکرده بودند. علی ای حال بایستی محضر شما اشاره کنم که رهبری ایران بامداد دیروز در جمعی از مسئولان اقتصادی و صنعتی اشاره کرد که آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور و همینطور آمار مربوط به تورم، مربوط به رشد نقدینگی خرسند کننده نیست. خامنه ای با انتقاد از نگاهی که بنابر گفته ایشان اقتصاد و منتظر رفع تحریم ها گذاشته بود که اینجا مستقیما به دولت روحانی به تعبیری انتقاد میکرد. خب ما میدیدیم که آقای رئیسی به دفعات اشاره کرد که ما اقتصاد رو خوب میکنیم بیان که سفره مردم رو به رفع تحریم یا مذاکره گره بزنیم. آیت الله علی خامنه‌ای در این رابطه مشخص گفت که اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری میکردند، رعایت بیشتری میکردند، ما افتخارات بیشتری به دست میآوردیم. وضعمان از اینی که امروز هست قطعا بهتر بود. البته بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که این اظهارات خیلی هم تازه نیست و مسبوق به سابقه هست. در خود مرداد سال پیش بود که ایشون در اظهارات خودش به دولت روحانی انتقاد کرد که چرا زیاد از حد همه امور رو به رفع مذاکره و به تحریم مسئله به تعبیری گره زده. در هر روی اظهارات آیت الله خامنه ای از این منظر قابل تحلیل و توجه هست. از اینکه خب در گماشته خودش ابراهیم رئیسی رو میبایستی حمایت کنند، خب یه امری طبیعی است. از اینکه بر دولت روحانی بایستی بتازد، اون هم قابل انتظار هست. حتی جرأت و جسارت تاختن به احمدی نژاد رو ندارد، بنابر همون حاشیه یه امنی که احمدی نژاد برای خودش ایجاد کرده، بنابر اطلاعاتی که محتملاً از نقصان‌های و کارکرد بیت رهبری در اختیار دارد. اما من میخوام یک نکته فراتر از این موضوع اینجا اشاره کنم. چه میگذرد که خامنه ای زود هنگام
به نحوی از آنها به حمایت از رئیسی برخواست و سریع به نقد دولتی که به هر روی پیشتر بوده و رفت و دیگر انزوای محض است و سخنی از اون نیست. خب همگان معتقد بودیم که نظام یک دست شده، گروه‌های مختلف نظام حسب خواست رهبری نظام برای ابراهیم رئیسی اجماع کرده بودند، هرچند با نرخ مشارکت بسیار پایین، اما اراده ارکان نظام بوده که رئیسی رئیس جمهور شود تا دیگر مقوله های مثل جامعه مدنی خاتمی تکرار نشه، دیگر مقوله های چون سرکشی های احمدی نژاد تکرار نشه، دیگر مقوله های چون شیخ دیپلمات و حسن روحانی که یک پشتش به آقای هاشمی بوده تکرار نشه، هرچه بگوین مطیع و مطاع باشد آقای ابراهیم رئیسی. جدای از این مسائل اما ما شاهد نوعی بروز و ظهور نزاهای درون سازمانی هستیم. لایه‌های افراطی و رادیکال، جبهه پایداری‌ها، سهم‌خواهان یک جوری با هم درگیرن و اتفاقا خیلی زود هنگام بعضن به نقد آقای رئیسی برخاستن. این برخاستن و قیام زود هنگام لایه‌هایی از رادیکال‌ها و جبهه انقلابی‌ها علیه رئیسی، چه بسا آقای خامنه ای رو هم واداشت که زود هنگام به حمایت از آقای رئیسی بر بیاید و به نحوی از آنها خطاب به اون لایه ها اشاره کند که اگر ناکار آمدی، نقصان و نارسایی هست، اندکی صبر، کماکان برمیگردد به دولت دهه 90، دولت قبلی، به 1400، فعلا وقت آن نیست که بزنید. یعنی این زود هنگام بازخیزی نقد رو سعی کرد با ورود زود هنگام خودش مهار کند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب در رابطه با تولید بیکیفیت محصولات داخلی. هم نکته رو آقای خامنه‌ای گفته بود که اتفاقا میدیدم بیشتر روزنامه ها به همین موضوع پرداخته بودن، مبنی بر این که مردم ناراضی هستن. منظورشون از همون خودروهای بیکیفیت بوده که خب اشاره داشت به تصادفات زنجیری جاده رام هرمز بهبهان که مطلع هستید وزیر صنعت معدن و تجارت رو مجلس خواسته بود و خیلی از مقامات گفته بودند که مقام راهور یعنی فرمانده نیروی انتظامی در حوزه راهنمایی و رانندگی صریحا اشاره کرده بود که 59 خودرو تصادف کردند و حتی یک کیسه هوا یا ایربگ، همون کیسه هایی که نجات بخشه به هنگام تصادف، اون کیسه ها باز نشده و این رو ناشی از نوعی رانتیسیزم، ویژه‌خواری، نظارت ناپذیری، فساد گستری در ساختار صنعت تولید مینامید. البته خیلی از روزنامه‌ها در طول هفته پیش، یعنی جمعه، پنجشنبه، چهارشنبه، من در تمام برنامه‌ها به این اشاره کرده بودم، به نقل از خیلی از روزنامه‌ها که لانه کرده فساد گستری و فساد خیزی، یا به تعبیری اقتصادی تر همون رانتیسیزم، یعنی بهره بردن از موقعیت‌های خاص، ویژه‌خوری و ویژه‌خواری های مقامات، ارتباط بین شبکه های مافیایی دولت و نظام از یک سو و بعضن صنعتداران و تولید کنندگان در سوی دیگر، که مراحل نظارت کردن بر فرایند تولید استاندارد کالاها رو ناممکن می سازد و به جایی می رسد که می بینیم بنابر گفته مقامات خودرو به تعبیری تصادف می کند و از 59 خودرو یک کیسه هوا هم به تعبیری باز نشده که به نجات مسافران بیاید. اما از اینکه مردم ناراضیان به طور مشخص، خب اظهارات آقای خامنه‌ای معطوف به همین مسئله کیفی بد کیفیت تولید محصولات داخلی بود، اما بودن بعضی از روزنامه‌هایی که سعی می‌کردند یک شمای عمومی بدن. شما الان می‌بینید مثلا روزنامه همدلی خیلی حرفه‌ای، من متوجه این عنوان هستم، مردم ناراضیاند، سعی کرد این عبارت مردم ناراضیان مثلا از تولید محصولات داخلی مثل خودرو که حقم دارن آقای خامنه‌ای گفت، با انتخاب دو واژه این تیتر مبنی بر اینکه مردم ناراضیاند، نوعی تعمیم به همه ی حوزه ها بدهد، از جنس روزنامه‌نگاری که اتفاقا امر هوشمندی بود که مردم در همه ی امور ناراضیاند، اصولا مردم ناراضیاند. بعد این روزنامه در با انتخاب چنین تیتری تلاش داشت که از زبان بالاتر مقام نظام به مخاطبان و جامعه افکار عمومی خودش این نکته رو القا کند که رهبری هم آگاست که مردم ناراضیند و سطح نارضایی رو از تولید محصولات بیکیفیت مثل خودرو به همه امور، یعنی مردم از نظام ناراضیند،
که اتفاقا یکی از اون ظرافت‌های چینش تیت و واژگانی است که خیلی امر قابل توجهی است در خدهی به افکار عمومی، در آگاه سازی به افکار عمومی. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم با سایر مطالب منتخب. جنجال مذاکره با آمریکا کماکان بر صدر بسیاری از رسانه ها جای دارد که شما میبینید. روزنامه مهد تمدن، روزنامه آرمان ملی، بسیاری از این روزنامه ها معتقدند که در پی اظهارات آقای امیر عبداللهیان که گفته بود برای پیشبرد مذاکرات در وین، مخصوصا مذاکرات دور هشتم، و برای دستیابی به یک توافق برجامی با کیفیت و خوب، سطحی از مذاکره با امریکا، مذاکره مستقیم با امریکا رو لازم میداند. خب دیدیم که بعضا یک تنش‌های کوچولویی شده بود. کماکان این موضوع محل بحث بسیاری از نماینده های مجلس هست و خیلی از مقامات، مخصوصا تو آرمان ملی، میبینم که این روزنامه هایی که به طور مشخص مدافع بهبود رابطه با جهان آزاد هستند، اشاره میکرد که به نقل از آقای علی اکبر فرازی گفت که مذاکره ایران و آمریکا راه برجام رو میگشاید. این مقام مورد مصاحبه در روزنامه آرمان ملی گفته بود که دلبستن صرف و محض به اتحادیه اروپا، چین و یا روسیه امری به غایت غیر سازنده است. البته این مقام مورد گفتگو وعده داد که به زودی از برجام خبرهای خوبی خواهید شنید. این در حالی است که آقای رئیسی و متن گفتگوی تلفنی آقای رئیسی و جناب آقای مکرون، رئیس جمهور فرانسه، منتشر شده بود. گویا جمهوری اسلامی خواهان تضمین شده. حسب گزارش‌های انتشار یافته از سوی مقامات جمهوری اسلامی، گویا این دو مقام ایرانی فرانسوی روز شنبه، یعنی دو روز پیش، نهم بهمن ماه گفتگو کرده بودند. حسب اطلاعی که در دفتر رئیس جمهوری ایران انتشار یافت، رئیسی در این تماس بار دیگر بر دریافت تضمین به منظور رسیدن به توافق با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام تاکید کرد. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهی دارید، نظر بین که یک بار توافق برجام توسط آقای ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه، به تعبیری ابطال شده، مجدد آقای بایدن تاکید کرده که نظر به ساختار قدرت در ایالات متحده آمریکا، ما امکان این رو که به طور پیشینی تضمین بدهیم. مثلا بایدن رفته یک رئیس جمهور دیگر و جدیدی اومد که روی کردی مخالف داشت، ما تضمین نخواهیم داد که این برجام حفظ خواهد ماند. و نظر بین که آقای تد کروز هم، یکی از سناتورهای جمهوری خواه، پیشتر گفته بود که اصل برجام بین دولت هاست و به کنگره نمی رود که به تعبیری مصوب شود به مثابه یک قانون تأمینگر منافع ملی امریکا، امکان این که یک رئیس جمهور جدید جمهوری خواه بیاید و مجدد آن رو پاره کند هم وجود دارد. علی حال خواست جمهوری اسلامی تأکیدشون برای دریافت یک تضمین هست، اما مقامات امریکایی این تضمین رو نمیدهند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنه با چند مطالب دیگر. بازخیزی بیماری اومیکرون و در هم‌آمیزی با کرونا بر صدر بسیاری از روزنامه ها جای گرفته بود، به گونه که 10 نماینده مجلس راهی بیمارستان شدند. حتی گفته شده که پارلمان بایستی تعطیل بشه. از سوی استانداران هم میخواهند 2 هفته برخی از مناطق اداری در استانها رو که به تعبیری قرمز رنگ شده تعطیل کنند. آمار مرگ و میر کرونایی با درهم‌آمیزی اومیکرون بالاتر رفته. بسیار از مقامات عرصه علم و دانش در جمهوری اسلامی گفتند که چنانچه دوز یادآور یا دوز سوم تزریق نشود، تنها به 2 دوز اکتفا کنند، گسترش این بیماری بالاتر خواهد رفت. همزمان با روند سعودی شمار مبتلایان به کرونا در ایران، حسب گزارش بسیاری از این روزنامه ها، یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد که 10 نفر از نمایندگان در بیمارستان بستری هستند. نماینده مرودشت نیز در توییتی از حضور تعدادی از نمایندگان به رغم ابتلا با کرونا در صحن مجلس و به خطر انداختن سلامت دیگران انتقاد می کرد. آقای کوچی نوشت: در عجبم از نمایندگانی که علی‌رغم مثبت بودن تست کرونای خود دیروز در کمیسیون تلفیق و امروز در صحن مجلس حضور یافتند و بی توجه به تذکرات دیگران بر این رفتار غیر مسئولانه و اشتباه خود اصرار می‌ورزند. در هر روی به اومیکرون کمی امید دارند، به خاطر اینکه اومیکرون میزان کشندگیش بسان کرونا پلاس نیستش، اما از طرفی یک نقطه منفی دارد و سرعت جهش
بقایت بیشتر از دیگر سویه های کرونایی است. خبرها و نظرها رو در تایم باقی مانده دنبال میکنم. از جمله موضوعاتی که بر سطح خیلی از روزنامه ها جای گرفته بود، معافی برای طبقه مرفهین در نظام مدافع مستضعفین هستش. روزنامه ابتکار از جمله روزنامه هایی بوده که به این موضوع پرداخته بود، گویا فروش کارت پایان خدمت رو برای فرزندان و یا آقازادگان و طبیعتاً طبقه مرفه جامعه ایرانی برای تأمین بخشهایی از بودجه خودشون این بار ملاحظه کردند. حسب بسیاری از این گزارش ها، خرید سربازی بعد از 3 سال توقف بار دیگر در حال برگشت به بودجه است، اما مصوبه کمیسیون تلفیق برای خرید عجیب و قابل تأمل بوده و بیانگر افزایش هزینه تا 2400% نسبت به آخرین دوره فروش در سال 97 هستش. در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس، اینگونه مسبب شد که طی آن دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت 250 میلیون تومان، کارشناسی و ارشد با 400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت 600 میلیون تومان امکان خرید و معافیت خواهند داشت. این گزارش دستمایه تحلیل و حیرت بسیاری از رسانه‌ها شده بود که عملاً نهادهای جمهوری اسلامی برای پول آوری، سود آوری، خیلی از اموری رو که در واقع یک امر رکنی در عرصه برقراری حقوق برابر بین شهروندان هستش رو با امر تبعیض مواجه می‌کنند و با پول در واقع برای سودآوری سعی می‌کنند که از یک طبقه مشخص سودافزایی کنند، که خب طبیعتاً مبلغی مثل 600 میلیون تومان یا 250 میلیون تومان یا 400 میلیون تومان به تناسب مدارک دانشگاهی و کارشناسی از تأمین آن در واقع از توان بسیاری از خانواده‌های ایرانی که اسیر تورم هستند به دور هست، جز که یک طبقه بسیار مشخصی از مرفهین هستند که از این معافیت احتمالی بهره‌مند میشن و اون طبقه هم طبقه آقازاده ها و یا کارخانه‌داران و یا حکومترانان و یا وزرا و دولتی ها هستند که اوج آن رو اخیراً دیدیم که یکی از وزرای آقای رئیسی که علارغم همه ادعاها مبنی بر ارزش محوری برای حمل زایمان همسرشون در یکی از بیمارستان‌های خصوصی فیش 280 میلیون تومانی، یعنی یک زایمان لاکچری رو داشته. فرصت بسیار زیادی نمونده، یک گزارش بود مایل بودم به اون اشاره داشته باشم. روزنامه آفتاب یزدی گزارشی تحت عنوان دولت در سایه تک نفره به تازه ترین فعل و انفعالات و کرد و کارها و انتقادهای آقای همتی میپرداخت، رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت روحانی بود، که خب دیدیم ایشون نامزد طیف به اصطلاح اصلاح طلبان شده بود، اما اصلاح طلبان سازمان یافته و تشکیلاتی هیچگاه از ایشون حمایت رسمی و همه جانبه نکردن. در واقع نشانگر این بود که ایشون رو به عنوان یک نامزد اجاره‌ای قبول نداشتن. آفتاب یزد مدام اشاره میکرد که ایشان با توجه به اشرافی که به حوزه اقتصادی و امور بانکی دارد، به یک تنه داره دولت در سایه تشکیل میده، داره دولت آقای رئیسی رو نظارت میکنه، کنترل میکنه و به انعکاس مطالب میپردازه، علارغم دلخوری هایی که از طیفای اصلاح طلبان دارد. من میخوام خیلی نکته خیلی کوتاه اشاره کنم که به هر روی بعضن در بازی های تعیین در واقع بدون نظم و انضباطی که جمهوری اسلامی راه میندازه گمان میبرن واقعا مثلا کسی هستن. آقای همتی بخواهیم نخواهیم زمانی که خب اصلا سفیر ایران در چین بوده، ایشون اصلا در این قامت نبوده که رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت روحانی شده بود، نوعی توافق بعد از بحرانهای آقای سیف بوده که به مشکلات مسائل خاص خودشون خورده بودن، روی اجماع کردن که ایشون آوردن. ایشون قابلیت‌های گفتمانی اصلاحات رو نداره که حالا اصلاح طلبان پیش رو بخوان ایشون رو حمایت بکنن، و گمان برده که از این موقعیت پیش آمده مثلا میتواند یک پایگاه اجتماعی خیلی بالا و بزرگ و بالنده ای دارد و میتواند مثلا با نقدهای خودش به مثابه یک دولت در سایه ایفای نقش کند. از منظر نشانه شناسی بایست اشاره کنم که نه تنها ایشان، اولا که گفتمان اصلاحات رو که کلیت نظام به مسلخ بردند و سر بریدند، تعداد اندکی هم که باقی ماندن تحت عنوان اصلاح طلبان پیش رو مثل آقای تاج‌زاده ها امکان هیچ کاری رو ندارند. حالا آقای همتی مثلا با نقد دو تا موضوع
آماری یا تورم در حوزه کشور گمان میبرد که در بین مردم امکان بازیابی یک شخصیت مستقل تک نفره به تعبیر این روزنامه رو خواهد داشت، قطعا افکار عمومی آگاه هست به قابلیت های افراد و رصد میکند که خود ایشان با حمایت های نسبی که در زمین دولت روحانی برآمده بود، آن هم دولت روحانی که یک دولت اصلاحات نبود، خودش یک دولت اجاره ای بود از سوی اصلاحات که ساپورت شده بود. علی حال آقای همتی نبایستی این گونه گمان ببرد که مثلا پایگاه اجتماعی راستین اصلاح طلبانه دارد، در حالی که آگاهی داریم که ایشون در یک دولت غیر اصلاحات، آن هم در یک بازه زمانی پر بحران که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی به مشکلات خورد، ایشون رو از چین تلفن کردن و آوردن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گذاشتن و هیچگاه هم نتوانست قابلیت های مطلوبی مدیریتی از خودش ارائه کنه. حتی ما شاهد این بودیم که اتفاقا در زمان ایشون بحران ها در حوزه دلار و ارز و مسئله از این دست هر روز هم بیشتر میشد. عملا وقت برنامه اینجا به انتها رسیده، تنها دو تا رویداد بوده که مایل بودم به اونها اشاره کنم. بحث مهاجرت سردار طلایی به کانادا بوده که تصویری از ایشون در یکی از ورزشگاه‌های کانادایی منتشر شده. من آقای سردار طلایی رو از نزدیک چون میشناسم خیلی مایل بودم که به نکاتی اشاره کنم. خیلی برای ما عجیب بود، برای شهروندان و برای مخاطبان عجیب بود که مردان جمهوری اسلامی علارغم اینکه سالیانی تحت عنوان ضرورت حفظ ارزش‌ها بالاترین میزان فشارها رو بر جامعه ایرانی روا داشتند و تحمیل کردند و تحت عنوان گشت ارشاد و پایگاه و پلیس و بسیج و سرکوب‌ها کردند، همه خودشون الان میل به زندگی در جوامع آزاد در کانادا و امریکا و جاهای دیگر کردن، این یکی رو دیگه خیلی جامعه افکار عمومی ایران به شک رفته بود. اما فقط من این نکته رو اشاره کنم که ایشون مدتی رو قبل از سال 84 یعنی در دولت آقای خاتمی ایشون رئیس پلیس تهران بود، اول رئیس پلیس مازندران بود. زمانی که استان گلستان داشت استان میشد، به همراه ایشان در سفری از مازندران با خودرو تا گلستان رفتیم. خود من هم بودم، وزیر کشور وقت آقای عبدالله نوری بود که افتتاح کردن استانداری گلستان رو. بعد زمانی که در تهران هم فرمانده نیروی انتظامی بود، در کوی دانشگاه تهران میدیدم که حضور دارد. آن چیزی که از ایشان من میدیدم همیشه یک شخصیت غیر مؤثر بوده، یعنی تا حدودی خونسا بوده، عنوانش رو داشت به عنوان رئیس پلیس تهران. حالا بحث شورای شهرش رو من ورود پیدا نمی کنم، اگه فرصت باشه قطعا رو این موضوع بیشتر من نظر خواهم داد، چرا که یک آشنایی نسبی دارم، در سفرهای زیادی با ایشون جاهایی رفته بودم که کرکتر و اون پرسونالیتی و اون شخصیتش رو آشنایی دارم. یعنی کمی متفاوت بود با دیگر همترازان و همردگان خودش. اصولا انسانی ساکت، رویکردی معطوف به امور اجتماعی داشت و به داشتن یک پست خوشنود بود. مؤثر نبود، طرح و برنامه نمیداد، تنگ نظری رو شما نمیدیدید. همواره هم از سیمایی به نسبت در واقع کمتر شاخصه های ارزشی نظام رو در سیمای ایشان میدیدید. گویا یک عنوان تشریفاتی رو به ایشون واگذار کرده بودند که اوج آن رو من در مقوله کوی دانشگاه تهران میدیدم که شخص ایشون به مثابه نه مساعدگر نه سرکوبگر ورود پیدا نمیکرد و گوشه میگرفت. اتفاقا اصلا نوع پارک کردن خودروش و نوع بی تأثیریش مشهود بود و لایه های دیگری از ناجا یا نیروی انتظامی نقش آفرینی میکردن. از یک چنین روی کرد و چنین روحیه نهایتا سر از کانادا در آوردن و بعد ورزش در محیط آزاد داشتن و با همون گونه که شما در تصویر میبینید تا حدودی امری پذیرفتنی مینماید. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.